سلام دوستان. خب میخوایم این استفاده از نرم افزار تغییر نام یا فراخوانی نام فایل ها رو تشریح کنیم که چطور میتونیم از این نرم افزار استفاده کنیم. در صورتی که اکسل رو واسه اولین بار باز کنین، ممکن یک ریبون زرد رنگ یا دو تا ریبون زرد رنگ پشت هم بیان رو مشاهده کنین که تو این قسمت بالا، تو این قسمت یا نوار زرد رنگی میاد که اینیبل ادیتینگ میخواد و اینیبل کانتنت میخوادش، که این دوتا رو حتما بزنین و سپس بعداً از این نرم افزار استفاده کنین. پس اگه یه چیز زرد رنگ اومد با یه دکمه اینیبلینگ که اکسل به شما حتما نشون داده و حتما قبلا دیدین، حتما این دکمه رو بزنین. خب این نرم افزار در واقع هدفش خوندن یک سری فایل از یه فولدر و تغییر نام آنها به چیزی که کاربر میخواد هستش. در واقع من دو تا کار رو میتونم انجام بدم. یک کاری که فقط یه سری اسم فولدر فایل هستش که توی یه فولدری قرار دارن، اونا رو بخونم و حالا میتونم ازشون هر استفاده‌ای بکنم. مثلا من میخوام بدونم که چه فایل هایی با چه اسمی توی این فولدر قرار دارن و به مدیرم گزارش بدم. به طور مثال مثلا فاکتورها رو من توی فولدری دارم، میخوام اون فاکتورها رو فراخوانی کنم تو اکسل و شماره فاکتورها رو بدم به مدیرم. میتونم این کار رو به راحتی انجام بدم و یا مثلا بذارمش توی یک گزارش دیگه‌ای که از قبل تهیه کردم و هر چیزی. یا اینکه میخوام اسم اونا رو تغییر بدم، که از اینجا هم میتونیم این استفاده رو کنیم. خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که این دکمه اینجا واسه خوندن نام فایل ها هستش. اگر این رو بزنین میتونیم بریم یه فولدری رو انتخاب کنیم. حالا من نمیدونم کدوم فولدرم رو بر فرض انتخاب کنم. بیایم توی دسکتاپ ببینیم چی داریم. توی سرانه ها مولتی مدیا، توی ویدیو ها، من میخوام توی این قسمت، توی این فولدر یه سری ویدیو دارم میدونم. خب حالا این پوشم هست که یه ویدیو خاصه، ولی تو اینجا یه سری ویدیو دارم. میخوام اسم فیلمامو بدونم. کافیه این فولدرم که الان اینجا هست رو اوکی کنم، اسم فیلم‌ها رو الان اینجا میاره واسه من با هر چیزی که هست. حالا من میخوام اسم فیلم‌ها رو به یک چیز با مسماتر تقسیم تبدیل کنم. خب این بلاد دایموند که همون خوبه، میذارم. میتونم خالی هم بذارم. این برد استاتوس رو میبینید چقدر طولانیه. من میخوام اینو فقط همین قسمتش باشه، اینجا میذارم. میتونم حتی فرمول بنویسم که فقط چند تا کاراکتر اول رو بگیره. خب یا اینکه مثلا اینجا بنویسم کارز، سریعتر میتونم این کار رو انجام بدم. بنویسم اینکه آها این دسپرادو فکر کنم، بعد دیسکپل آف می. یا اینکه مثلا فرمول بنویسم که آقا فقط چی میشه، لفت این قسمت رو به من بده. میخوام تایپ نکنم. خب 10 تا از کاراکترهای بخش چپ این رو به من بده و برگردون. اینو باید جنرال کنیم و بیارم پایین. اینو اینش رو باز کنم. خب یعنی اینکه فرض کنین ما میخواییم فقط 10 تا کاراکتر اول این اسما رو بگیرم و اینجا بذارم، چون اصولا بیشتر 10 تا یا مثلا 10 تا 15 تا 20 تا هر چقدر که میخواییم. من فرض میگم مثلا یکی میخوادش اینجا کپی ان همه، مثلا میخواد 1 2 3 بذاره، دیگه لازم نیستش که اینجا دونه دونه تایپ کنه، کافیه 1 2 اینجا بذاره و بعد اینا رو بیاره پایین. فقط جاشو میتونه 1 2 3 4 5 6 هر شماره رو بذاره. یا اینکه میخواد اینا رو با اساس یه فرمولی تبدیل کنه، اینطوری لازم هم نیستش که همه رو تایپ بکنه. یا یعنی اینکه با تایپ کردن مثلا 20 تا کاراکتر بگیرم، فقط این به صورت تکسته، اینو باید جنرال کنیم. خب اگر اینطوری شد فرمول رو نتونستیم بنویسیم، یه بار بیاین اینجا جنرال کنیم و دوباره بزنین. دیدین چیکار کردم؟ مثلا فرمول رو نوشتم اینجا، لفت اینو میخوام، 20 تا کاراکترش رو میخوام.
این چون حالت تکسته متوجه نمیشه، اول باید بیاین اینو از تکست به جنرال تبدیل کنین، بعد دوباره فرمولتون رو یه اینتر بزنین. خب اینو میاریم پایین و حالا من اینو کلن جنرال میذارم، ولی مثلا اگه یه سری موارد میخواین صفر اولش باشه باید به تکست تبدیل کنین حتما. کسایی که با اکسل آشنا هستن اینو میدونن. خب بر اساس فرمول حالا من تونستم این تغییرات رو اعمال کنم. حالا من میخوام یه ذره تازه بهتر بشه این اسما، من دوباره اینا رو از حالت فرمول در میارم، کپی از ولیو میکنم. این مثلا 2017 شو نمیخوام، این درسته داتشون هم بود مثلا این فقط 2017 باشه. این مثلا خیلیش نیومده، من از اول میگیرم و اینجا میذارم. Once upon a time هم همینطور. خب نه دیگه، حالا این واسه مثال بوده. من چون دنم وقت پیدا کردم یه مقدارم ویدیوامو مرتب بکنم بعد نیستش. Fast and Furious. خب بلوری اولش بوده، اینو مثلا پاک میکنم. من میدونم خیلی از شما فیلم زیاد دارین و به راحتی میتونین از این طریق اسم فیلماتونو، اسم آهنگاتونو، اسم عکسا رو مرتب کنین. یا اینکه مثلا خیلی جاها من چون خودم یه سری کارا میکردم عکس تولید میشد، جنریت میشد فریم بای فریم و نزدیک مثلا 2-3 هزار تا عکس بود و میخواستم یه تغییری تو اینا بدم، باید اسماشون رو جابجا میکردم. خیلی راحت از این اکسل تونستم استفاده کنم و خودم خیلی استفاده دارم از این اکسل و مطمئنم که خیلی ها هم میتونن ازش استفاده کنن. حالا وقتی که اسممون آماده شد فقط کافیه اینجا رینیم رو بزنیم، میاد دوباره میگه کدوم فولدر. خب یادتونه من اومده بودم تو مولتی مدیا ویدیو رو انتخاب کرده بودم. ببینین اینجا دیگه با این ستون کاری نداره وقتی که رینیم میکنه، میاد اینجا هر چیزی که فایلی وجود داشته باشه به ترتیب میگیره و رینیم کنه. ترتیبش چجوره؟ بر این اساس ترتیبه. پس هر وقت خواستین یه جایی رو رینیم بکنه اول فراخوانی کنین اونا رو که ترتیبشون رو بدونین بر چه اساس بعد اسم گذاری کنین و بعد همون فولدر رو انتخاب کنین و اوکی کنین و رینیم انجام میشه. انا اگه بریم توی اون فولدرمون توی دسکتاپ توی مولتی مدیا توی مووی اینجا میبینیم اسما همه کوتاه هستش و تغییر انجام شده بر اساس این چیزی که اینجا نوشته بودین. خب به همین راحتی. فقط یه نکته رو باید توجه کنین، بلاد دایمن که همون بلاد دایمن بودش تغییر اعمال نکرد. خب اگر یک اسمی مثل این بلاد دایمنه تو اینجا وجود داشته باشه، مثلا من واسه این بیام بلاد دایمن بذارم، اینجا هم وجود داره، این اصلا کاری ندارم، فرض کنیم من میام اینو اینجا میذارم، اول میاد این فیلمه که هیچی، میاد به این یکی میرسه، میخواد تغییر رو اعمال کنه، میبینه این اسم وجود داره. میبینیم وقتی میخواد یه جا کپی پیست کنیم میگه آقا این وجود داره چیکارش کنم، یا نمیذاره کپی پیست کنیم یا میگه ریپلیسش کنین. ما اینجا ازش میگذریم و تغییر اعمال نمیشه، پس حواستون باشه که این مشابهت وجود نداشته باشه. اگه خالی هم باشه که از این میگذره. خب الان نگاه کنین، من اگه اینو دوباره رینیم کنم دیگه تغییری رو اعمال نمیکنه. بلاد دایمن همون بلاد دایمنه، براد استاتوس رو هم ازش باید گذشته باشه. توی اینجا بلاد دایمن هست، براد استاتوس هم ازش گذشته و همون قبلی است. خب اینم مسئله احتیاط، حواستون باشه. امیدوارم که مفید واقع شده باشه و از این نرم افزار به خوبی استفاده کنید. ممنون.